افزایش ظرفیت توزیع پاسپورت به 4000 در روز. طالبان در پنجشیر اموال یک کتابخانه را به تاراج بردند. زمین لرزه شدید بدخشان را تکان داد. پاکستان در آتش خود می سوزد. سخنان آتشین احمد مسعود. و در پایان، آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. ریاست عمومی پاسپورت می گوید که ظرفیت توزیع پاسپورت را به 4000 جلد در روز افزایش داده است. حساب کاربری منصوب به ریاست عمومی پاسپورت در تویتر روز سه‌شنبه 15 اسفندماه در رشته تویت‌های گفته است که ظرفیت توزیع و چاپ پاسپورت از طریق آنلاین افزایش یافته است. ریاست عمومی پاسپورت گفته است که این تصمیم در پی افزایش تقاضای شهروندان کشور برای دریافت پاسپورت روی دست گرفته شده است. ریاست عمومی پاسپورت نگفته است که پیش از این روزانه به چه تعداد پاسپورت توزیع می کرده که حالا ظرفیت را به 4000 جلد در روز افزایش داده است. منابع محلی در پنجشیر می گویند که طالبان یک کتابخانه را تخریب کرده و اموال آن را به تاراج بردند. منابع سه‌شنبه 15 اسفندماه در صحبت با روزنامه عشر صبح می گویند که این کتابخانه در دره عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر از سوی نهاد نجم ایجاد شده بود. به گفته منابع، در این کتابخانه بیش از 10000 جلد کتاب، 30 پایه کامپیوتر، پرینتر و تلویزیون موجود بود. منابع تاکید می کنند که طالبان بیشتر اجناس این کتابخانه را به تاراج برده و شمار دیگری را تخریب کردند. زمین لرزه شدید بدخشان را لرزاند. مرکز زلزله نگاری آمریکا اعلام کرده است که زمین لرزه نسبتاً شدید بخشای از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان را تکان داده است. این زمین لرزه بامداد سه‌شنبه 15 سنبله در جنوب غربی ولسوالی جرم ولایت بدخشان اتفاق افتاده است. شدت این زمین لرزه 4.8 ریشتر و امکان 70.8 کیلومتر اعلام شده است. تاکنون از تلفات احتمالی این زمین لرزه اطلاعی در دست نیست. 5 سرباز پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. واشنگتن پست گزارش داده است که روز دوشنبه 13 اسفندماه نیروهای امنیتی پاکستان بر مخفیگاه شورشی ها در وزیرستان شمالی از مناطق دورافتاده خیبر پختونخوا حمله کردند که در نتیجه آن 5 سرباز پاکستانی و 4 عضو شورشیان کشته شدند. وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان واقع است و خاستگاه طالبان پاکستانی محسوب می شود. آنان در آنجا تجدید قوا می کنند و اخیراً دولت پاکستان ادعا کرده است که این مناطق را از وجود شورشیان پاکسازی کرده است. در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می گوید پاکستان با آتش بازی کرده است که دامن خودش را نیز می گیرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت حمایت پاکستان از طالبان را بازی با آتش خوانده و گفته است که این آتش دامن خود پاکستان را نیز خواهد گرفت. آقای مسعود در گفتگو با یک رسانه ایندی گفته است که پاکستان از گروه های حمایت کرده که کشورهای دیگر را بی‌ثبات می کنند. او افزوده است که پاکستان آشکارا پذیرفته که از طالبان حمایت کرده و به این گروه در 20 سال گذشته پناه داده است. مسعود گفته است که پاکستان از القاعده و بسیاری از گروه های دیگر نیز حمایت کرده و به آنها پناه داده است. اگر افغانستان توسط طالبان بازپس گرفته نمی شد، قطعا می توانستیم شاهد کشته شدن ایمن الزواهری به جای کابل در پاکستان باشیم، درست مانند اسامه بن لادن. احمد مسعود علاوه کرده است که معتقد است پاکستان می خواست افغانستان به جای وزیرستان به اردوگاه های گروه های تروریستی تبدیل شود. او در بخش از گفتگوی خود افزوده است که حکومت طالبان نیز یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی خواهد شد. و در پایان، رسانه های بین المللی گزارش دادند که در نتیجه آتش سوزی در ایالت کالیفرنیای آمریکا دست کم 2 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که این آتش سوزی پس از چاشت دوشنبه 5 سپتامبر در جنگل های ساحه
همنت کالیفرنیا به وقوع پیوسته است. بر بنیاد معلومات نشر شده، آتش سوزی در مساحت 2000 هکتار زمین گسترش یافته و تلفات جانی نیز به بار آورده است. مقام های محلی ضمن دادن دستور تخلیه باشندگان محل گفتند که آتش سوزی به سرعت در حال گسترش است و تا هنوز 7 ساختمان را تخریب کرده است. هفته پیش نیز در پی آتش سوزی در شمال کالیفرنیا 4000 هکتار زمین سوخت و صدها خانه و ساختمان ویران شد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.